برگشتیم دوستان، در ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. سپاس از اینکه تا این لحظات با ما همراه هستین. در این بخش هم مهمان داریم: جمشید آوار، شفیق امین، رفیق قادری، مرتضی حیدری، عضو گروه تارها با ما هستند و در رابطه با کارها و فعالیتهایشان و همچنان بر ما آهنگ هم دارن و همچنان می نوازن. بیشتر صحبت ها را با اینا می داشته باشیم که شما را خوش آمدید میگم در برنامه. جمشید جان خوش آمدید. خوش باشین. سلام و صبح شما بخیر و همچنان بیننده های عزیز که ما را می بینن، صبح شان بخیر. سلامت باشین. سپاس. گروه استرینگز هستیم و ما با گیتار های خود، چهار گیتار، پنج گیتار، پنج نفر هستیم که می نوازیم. فعلا چهار نفر آمدیم و زیادتر کارهای ما فعلا از هنرمندای محبوب کشور می نوازیم و از خارجی هم، البته خارج کشور و داخل کشور می نوازیم و انقریب کارهای خود ما زیر کار هست که از خود ما رم هم می خوانیم و هم می نوازیم. بسیار عالی. و همچنان شما رم خوش آمدید میگم شفق جان و صبحتان بخیر. شکر زنده باشین. صبح شما و صبح بینندگان عزیز بخیر. آها، سلامت باشین. و رفیق جان شما هم خوش آمدید. شکر، ما هم سلام گرم خدا تقدیم میکنم به بینندگان عزیز شما. صبح همه شما بخیر. سلامت باشین. و مرتضی جان شما هم خوش آمدید. تشکر. ما هم صبح بخیر تقدیم میکنم خدمت همه میهمانان. سلامت باشین. سپاس. ما هم خوشحال هستیم شما را در این بخش با خود داریم. میایم روی ای که این گروه که شما گروه پنج نفره ایجاد کردین، چه مدت زمان میشه که کار فعالیت خود را آغاز کردین جمشید جان؟ مدت دو سال میشه که ما تمرین داریم، تمرینات مشترک و روی آهنگای مختلف کار میکنیم. آها، بسیار خوب. پس دوستا هم در این قسمت برنامه منتظر ای هست که گیتارا به دستتان است، یک آهنگ اگر آماده باشه شفق جان بر ما اجرا بکنه. خب یک آهنگ است که در رابطه با زن ساخته شده، شعرش شاه محمود مهریان است و کمپوزش از استاد عزیزم استاد عباس صبور. میخوایم برتان اجرا کنیم. براتون خوش دارم. برو شناز مهرو سفا
وفای تو زیبا. سپاس از اجرای زیبای شما. و رفی جان بر ما میگه که چه انگیزه باعث شد شما یک گروهی را ایجاد بکنین و گیتار بنوازین؟ از بین این همه آلات موسیقی چطور گیتار را انتخاب کردین؟ خب من گفتن میتونم که گیتار بهترین آله موسیقی است، چون همه آلات موسیقی بهترین آله موسیقی استن و چون هر کس علاقه داره بر آلای موسیقی، ما هم همه علاقه داشتیم به گیتار و همه ما که یک تیم ساختیم با یک فکر بودیم که یعنی یک نوه بنوازیم و بسیار عالی چیزهای بنوازیم که به دل مردم جا بگیره. و همین انگیزه بود که ما یک تیم را ساختیم و هم ما با یک طرز فکر و یک نوه می نوازیم. آها بسیار خوب. در این تیمی که شما عضویت دارین تنها می نوازین و یا هم شما خودتان می خوانین بجز از شفق جان؟ نه خیر، ما در کل این تیم را که ساختیم بدون کلام می نوازیم. و بعضی اوقات که همچنین همی آهنگ زن که ساختیم یک برنامه داشتیم مخصوص به زنها و خانمها که همی آهنگ ساختیم، در کل ما بدون کلام می نوازیم و بعضی اوقات شفق جان آواز هم می خوانن و دیگر اعضای گروه نخیرنی آواز نمی خوانیم. آها بسیار خوب. پس چه خوب است که حال هم در این قسمت برنامه یک موسیقی که بدل خودتان باشه، حالا خودتان دوست داشته باشین بر دوستا هم، چون همیشه دوستا منتظر هستن که شما برشان بنوازین. و گیتار هم عالی است که من شخصا خودم علاقمندش هستم به دلیلی که خیلی آرام بخش هست همی صدایی که داره. و اگر آماده باشین که یک اجرای داشته باشیم از شما. حتما، چرا نه، پارچه‌ای بدون کلام به شما می‌نوازم. آها بفرمایید. Thank you.
بسیار عالی، سلامت باشین، زنده باشین. شفق جان، میشه در رابطه به پارچه ای که نواختن کمی بر دوستان بگین؟ قسمی که قبلا جمشه جان گفتن که ما از هر کشور، از هر جایی که باشم می نوازیم و می خوانیم. این پارچه از یکی از آسخانهای ایرانی هست، دقیق نامش یادم نمانده، ولی پارچهش به نام بازی هست. آسخانش هم فکر کنم والایار است. بسیار خوب و بسیار زیبا نواختین. شکر، زنده باشین. امیدوار هستم که دوستا هم گرچند که خیلی لذت بردن بیننده بخش باشن. و همچنان از مرتضی جان میپرسیم که در این گروهی که شما عضویت دارین بخش آموزش هم هست؟ کسایی که دوست دارن گیتار بنوازن و یعنی دارن بخش آموزشی یا خیر؟ بله، بخش آموزش داریم. ما در پلیسال یک جای هست به نام گهار گالری و منزل دوم آموزشگاه داریم و استاد عزیز استاد جمشید درس میکن. بسیار خوب. خب میاییم روی استاد جمشید، که جمشید جان دختر خانم ها هم حضورش چگونه هست؟ با شما هستن حالا یا نه؟ متاسفانه دخترها نسبت به بچه ها کم هستن، ولی دخترها علاقه دارن و میاین آموزش میبینن اونجا. در گروه شما یک نفر که نیست، حالا ای هم آقا هست یا خانم هست؟ منصور جان هستن که فعلا حضور ندارن. متاسفانه که ما در جمع خود از دختر خانم ها کم داریم و در آینده ها ما پلان داریم اگر کدام دختر خانم بخواهی که با ما. تا حالا خودتان نخواستین یا خود دختر خانم ها حضور پیدا نکردن؟ متاسفانه به امو چیزی که ما میخواییم به او سطح نیافتیم کسی را که بنوازن به او سطح. خب حتما کار نکردین با دختر خانم ها؟ کارم نکردیم، بله. چون میفهمین که جامعه افغانستان قسم هسته که بچه و دختر جدا شده یک قسم. ما میخواییم، علاقه داریم اگر در گروه ما باشه، ما بسیار گروه خوب خواهد بودیم. دقیق. وقتی که یک دختر خانم با ما یک جا شده، گروه ما تکمیل میشه و فعلا تکمیل نیستیم. خب انشالله که بتونین گروهتان وسیع تر بسازین و همه قدر تعداد که پسرها هستن دختر خانم ها هم عضویت بگیرن و دختر خانم هایی که علاقمند هستن با شما بپیوندن و کار کنن. امید داریم روز باشه که چهار بچه هستیم و چهار دختر هم همراه ما یک جا باشن و هم بنوازیم. بسیار خوب. خب میشه در رابطه با تمریناتتان که در چگونه هست، در رابطه با این که شما پنج نفره که در یک تیم عضویت دارین، چی اوقات را بر خودتان یعنی مشخصا تعیین کردین که کار بکنین و چقدر روی هر موزیکی که شما کار میکنین چقدر یعنی زحمت کشیده میشه تا دوستا هم بفهمند که گیتار نواختن هم آسان نیست؟ قسمی که مرتضی جان گفتن، ما یک مرکز آموزشی داریم و موجه تمرینات ما را در موجه انجام میتیم. بسیار خوب. بله، موسیقی بسیار زحمت کار داره. ما هر پارچه را کار میکنیم، یک هفته دو هفته ما همیشه تمرین میکنیم و آمادگی میگیریم و برنامه های مختلف که داریم در اونجا اجرایش میکنیم. که واقعا موسیقی مشکل است اگر. بسیار خوب. جمشید جان، در کنار که آله موسیقی گیتار را شما آموزش میدین و یا هم مینوازین، کدام آله موسیقی دیگه هم هست در کنارش یا خیر؟ نه خیر، فعلا خوب صرف گیتار مینوازیم و بالای گیتار فوکس ماست. چون گیتار آله نیست که بسیار ساده باشه، بسیار تمرین کار داره و مدت طولانی. بسیار خوب. خب سلامت باشین شما. در این قسمت هم چه خوب است که یک اجرای دیگه داشته باشیم از شما.
بسیار زیبا و عالی آهنگ که من دوست دارم و شما هم چقدر زیبا نواختین. چقدر زیبا هست زمانی که شما می نوازین شفق جان بخونه. بله؟ شما بخونه. اتوری. مشکل نیست. ما در کل همگی ما ارجاع شدیم که یک نواوری بکنیم. فکر نکنم تا حال در موسیقی افغانستان چنین تیمی بوده باشه که فقط یک عالی موسیقی بنوازن و بخوانن یا هر چیز دیگه. خب ما همگی جمع شدیم این نواوری را کردیم. بعد از اینکه ما این گروه را ساختیم چند تا گروه دیگه هم ساخته شد و خیلی خوشحال هستیم از اینکه ما بخوانم یا فقط بنوازیم هیچ مشکل نیست. ما در خدمت مردم و دوستای ما هستیم. شما زنده باشین. خب از مدت زمانی که فعالیتتان را آغاز کردین تا حالا چقدر مردم پذیرفتن، چقدر حمایت شدین و چقدر شما را تشویق کردن؟ خب زنده باشن دوستای ما. همیشه زیادتر تشویق شدیم و بعض اوقات کسایی هم هست که مخالف کار ما میشن. ولی بیشتر ما به کسایی توجه میکنیم که از ما حمایت میکنن در شبکه های اجتماعی. همیشه ویدیوهای ما رو میبینن و از ما حمایت میکنن. از اونا خیلی تشکر میکنم. بسیار خوب. و حضور شما بیشتر در کجاها هست و در غیر ای که شما یک گروه هستین، کار میکنین و در بخش آموزش هم فعالیت دارین، بیشتر در کجاها یعنی سهم میگیرین، حضور پیدا میکنه؟ هدف از این که در چی بخاطر اجرا کردن بیشتر کارهای فرهنگی، روز استقلال یا جشن فراغت بوده یا روز زن تجلیل شده، ما در تو برنامه حضور داشتیم و گاهی هم شده که در تجلیل سالگره های چیزا دعوت شدیم، خواندیم و نواختیم. بسیار زیبا هست. سلامت باشین. سپاس از حضور تک تکتان. انشالله در عرصه کاریتان موفق باشین. اگر گپ و گفتنی در اخیر داشته باشین بفرمایین. تشکر. در اخیر هم با اجرای همین آخرین اجرایتان این بخش رو هم خاتمه میتیم. دوستای عزیز با ما همراه باشید. آهنگ چون درخت فروردین از مرحوم احمد زهیر میخوایم فقط بنوازمش. Thank you.